فرهاد پولادی که این گزارش رو تهیه کرده همراه ما هستش. فرهاد، در یک نگاه جامع، آمریکا در تشکیل این در واقع گروه که به نوعی رسانه‌ها از اون به عنوان ناتوی عربی یاد می‌کنن چقدر پیشرفته یا تحقق اون در چه مرحله‌ای قرار داره؟ خب همینجوری که در گزارشی که تهیه کردم دیدین، آقای پامپئو وزیر خارجه آمریکا بسیار خوشبین بودش و گفت مقدماتش انجام شده بعد از اینکه سفری هم به منطقه خاورمیانه از جمله کشورهایی هم که ابراز کردن که میخوان تو این تشکیلات باشن هم دیدار کرده بود. من توضیحات بیشتر رو و اینی که تحلیل بیشتری داشته باشه با آقای جان هانا از مشاور ارشد در بنیاد دفاع دموکراسی ها صحبت پرسیدم که این در چه مرحله هستش و چقدر خوشبین میشه بود درباره تشکیل اون. Right now what the United States proposal on the table is for what they're calling a Middle East Security Alliance. آنچه عملاً آمریکا پیشنهاد داده است تشکیل یک ائتلاف امنیتی در خاورمیانه است که شامل کشورهای عرب خلیج فارس به اضافه مصر و اردن است. یعنی تشکیل گروهی از کشورها که در چارچوب یک ساختار و برنامه‌ریزی مشخص به صورت دوره‌ای برای حل مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی منطقه دور هم جمع شوند و به یک راه حل واحد برسند. اطمینان آمریکا از تشکیل آن ناشی از این است که تاکنون دیدارهایی با کشورهای مرتبط داشتند و آنها تمایلشان را برای شرکت در آن ابراز کردند. گفته شده که برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی در سطح سران این کشورها در آینده در دست اقدام است. اما فراد، کارشناسا و صاحب نظرا در ارتباط با تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی و زیاده خواهیاش در منطقه و جهان چه نظری دارند؟ بله، باز همین سوال هم من مطرح کردم با آقای هانا که در فاصله سال 2005 تا 2009 جزء تیم مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهور آمریکا در اون زمان بود. پرسیدم، ایشون ابراز خوشبینی کرد، گفتش که با اعمال تحریم هایی که آمریکا در چارچوب کمپین فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی اعمال کرده مسیر درستی هستش. I think we're probably still quite far away from achieving some concrete results. به نظرم تا دستیابی به نتایج مورد نظر فاصله داریم. یادآوری کنم که وقتی دولت پیشین در اواخر 2011 و اوایل 2012 تحریم‌های اقتصادی بسیار سختی را بر ایران اعمال کرد، حدود 18 الی 20 ماه طول کشید تا ایران حاضر شد به صورت جدی پای میز مذاکره برای بحث درباره برنامه اتمی‌اش حاضر شود. بنابراین تحریم‌هایی که آمریکا مجدد بر ایران اعمال کرد تازه آغاز شده و رسیدن به تاثیرات مطلوب زمان خواهد برد. یعنی مقامات ایران به طور جدی حاضر شوند از اقدامات بدخواهانه منطقه‌ایشان دست برداشته، به دنبال تسلیحات اتمی نروند و به تبع آن پای میز مذاکره جدی برای حصول توافق جدید با دولت پرزیدنت ترامپ و جامعه جهانی پای میز مذاکره بنشینند. ممنون از حضور شما فراد پولادی.